با سلام خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی، به برنامه زیر ذره بین خوش اومدید. در برنامه امشب زیر ذره بین شبکه جهانی کلمه نگاهی خواهیم داشت به وضعیت مناطق کردنشین ایران با تمرکز بر موضوع پدیده کولبری، کولبر، نان، جان و گلوله. موضوعی است که در برنامه امشب به اتفاق مهمانان گرانقدر به بحث و گفتگو می‌گذاریم. اما پیش از اون گزارشی کوتاه، آماری و پرسش‌هایی درباره موضوع برنامه که به صورت متنی و نوشتاری میتونید مشاهده بفرمایید. کشته و زخمی شدن دست کم 166 کولبر در مناطق کردنشین طی یک سال. اظهارات نماینده مهاباد در مجلس هست. حدود یک ماه قبل آقای جلال محمودزاده به این نکته تصریح میکنه که 166 کولبر در مناطق کردنشین طی یک سال کشته و زخمی شدند. این در حالیه که دولت معابر تعریف شده در سالهای 96 و 97 برای تردد رسمی کولبران رو مسدود کرده و در این حال در همین رابطه برخی مقام‌های دولتی و نظامی از جمله یک فرمانده نیروی انتظامی کولبران رو متجاوز مرزی خونده، گفته که کولبران متجاوز مرزی هستند و به تبع این ادعا مدعی شده که تیراندازی به سوی کولبران تحت عنوان برخورد با متجاوزان مرزی قانونی و موجه است. با توجه به اینکه پدیده کولبری هم موضوع مورد بحث ما در برنامه زیر ذره بین هست و نگاهی به این موضوع داریم و این مطلب و این پدیده با قتل و کشتار کولبران جویای نان با گلوله‌های نظامیان حکومتی همراه هست، پرسش ها و نکاتی قابل بحث و قابل گفتگو است. مرکزگرایی در جغرافیای ایران پدیده است که گویا در رابطه با پدیده کولبری میتونه تحت عنوان نقش تبعیض‌های منطقه‌ای، قومی و مذهبی در افزایش مشکلات اینچنینی مؤثر باشه. در این حال بحثی که قابل طرح و قابل گفتگوست این که حاکمیت از ایجاد شغل برای جوانان در جغرافیای ایران ناتوان هست و این موضوع در مناطق مرزی جدیت بیشتری داره و ناتوانی حاکمیت و نهادهای مسئول در اشتغالزایی به این مشکل دامن زده. با توجه به پدیده فراگیر مشکلات معیشتی در سرزمین ایران، ما شاهد نابسامانی ارگانهای حکومتی برای تعریف کولبری و همچنین ساماندهی کولبران در مناطق مرزی و مناطق کردنشین هستیم که این هم باعث شده که مشکلات مردم در مناطق مرزی جدیتر باشه نسبت به مشکلاتی که عموماً مردم ایران در این سرزمین دارند. بر این اساس پرسشی که مطرح میشه اینه که چرا دولت معابر رسمی رو برای کولبران تعریف نمیکنه و این کولبران هستند که آماج تیراندازی بی‌ضابطه نظامیان حکومتی قرار دارند. این در حالی است که به گفته نماینده مهاباد در مجلس این موضوع در کمیسیون امنیت ملی مجلس هم مورد بررسی قرار گرفته که جرم‌انگاری بشه موضوع تیراندازی و شلیک مستقیم به کولبران. اما این تجدید نظرخواهی درباره استفاده از سلاح گرم نسبت به کولبران تا چه اندازه عملی شده و تا چه اندازه مورد توجه حاکمیت قرار گرفته و علاوه بر این آیا در صورت جرم‌انگاری شلیک به سوی کولبران مشکلات معیشتی مرزنشینان حل خواهد شد؟ لذا در نبود عزم و توان حکومت برای حل مشکلات کولبران راهکار چیه و چه باید کرد؟ و این در حالی است که
مطابق اصول قانون اساسی دولت موظف هست که برای جوانان اشتغال پایدار ایجاد بکنه و به عنوان مجری قانون اساسی باید این مسئولیت رو بپذیره. اما باز هم تأکید و سخن بر سر این هست که دولت گویا نه عزمش رو داره و نه توانش رو که بخواد برای حل مشکلات کولبران وارد عمل بشه. لذا راهکاری که در این برنامه از سوی مهمانان گرانقدر ارائه خواهد شد خواهیم دید که چه هست. اما نکته اینه که پدیده کولبری بازی با جان برای کسب نان در یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان هست. موضوع مورد بحث ما در برنامه امشب زیر ذره‌بین با حضور مهمانانی گرانقدر آقایان محمد جمشیدی سخنگوی حزب لیبرال دموکرات کردستان و همچنین حلمت معروفی فعال حقوق بشر و فعال رسانه‌ای و استاد عبدالفتاح خدمتی از چهره‌های مذهبی اهل سنت و همینطور فعال رسانه‌ای. عرض سلام و درود دارم خدمت یکایک این بزرگواران. گفتگوی خودم رو با جناب آقای معروفی آغاز میکنم. سلام بر شما آقای معروفی، سپاسگزارم که با ما در این برنامه همراه هستید. اگر بخوایم ذکر مصیبت بکنیم و اینکه بر مردمان سرزمین ایران به ویژه در مرزها از جمله ملت بزرگ کرد چه میگذره و به طور خاص کولبران چه درد و رنجی رو تحمل میکنن سخن بسیار است و ذکر مصیبت هم موضوع برنامه ما نیست، ولی به طور کلی جناب عالی این وضعیت رو به خصوص درباره کولبران چگونه ارزیابی میفرمایید؟ من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما مهمانان گرامی برنامه و بینندگان عزیزتون. من قبل از اینکه به جواب سوالتون بپردازم اجازه میدم که اشتباهی رو که در گزارشتون بود اینو تصحیحش بکنم. من 5 بار کلمه مناطق کردنشین رو شنیدم که این اصطلاحاً غلطه، چرا که ما کردها از یه جای دیگه نیومدیم اونجا بشینیم، اونجا کردستان هست. حالا اگه بر طبق ادبیاتی که من بهش معتقد نیستم هم ما بیایم حرف بزنیم، باید بگیم کردستان ایران، هرچند پیش ما این شرق کردستان هست و این فرق میکنه. اما در مورد مسئله بسیار سپاسگزارم بابت این توضیح، بفرمایید آقای معروفی. دوست دارین. شما بسیار زیبا فرمودین که بله مصیبت زیاده. من میخوام از این بگذرم و از یه زاویه دیگه به این مسئله نگاه بکنم. چرا اصلا قضیه کولبری داره اینقدر گسترش پیدا میکنه؟ چون خود کولبری خودش معلول هست و علت نیست، ولی ما کلن داریم در مورد خود معلول حرف میزنیم بدون اینکه به علت بپردازیم. البته این مسئله که علتش تبعیض اقتصادی هست که خودش یک نوع تبعیض سیاسی و یا یک مکانیزم سیاسی هست که در رابطه با کردستان اعمال میشه، همچنان که درباره الاهواز، درباره بلوچستان، درباره ترکمن صحرا و حتی تا حدودی هم در مورد آذربایجان در ایران این اعمال میشه. این فقط منوط به جمهوری اسلامی نیست، حتی از دوره قاجار هم به اون ورتره و این همیشه یک هدفی بوده که اصطلاحاً کلونیالیستا و یا اشغالگران میان این رو پیاده میکنن که به اهداف دیگه سیاسیشون برسن، چون گرسنگی و فقر یک وسیله کاملا اثبات شده هست، یک مکانیزم اثبات شده هست در راستای رسیدن به اهداف سیاسی دیگه. اما برای من سوال این هستش که چرا مسئله کولبری اینقدر داره گسترش پیدا میکنه ولی مسائل دیگه از جمله اینکه در شرق کردستان یا در کردستان در ایران ما میبینیم که مرزها روز به روز داره آبی میشه، مرزهای خاکی کلا داره از بین میره، هدف دولت چی هست، این مسئله اصلا بهش توجه نمیشه. بس مسئله محیط زیست است که یک مسئله ای هستش که کاملا هدفمند دولت و عناصر دولتی دارن این کار رو انجام میدن، ولی ما تسبیدیم به مسئله کولبر و رژیم هم این رو میخواد. چرا میخواد؟ چون من خودم به عنوان فعال حقوق بشر که در سازمان ملل و خیلی از نشستها شرکت کردم این رو میدونم که خود مسئله کولبری مسئله قابل دفاع در مجامع بین المللی نیست. حالا چرا نیست؟ چون ما هنوز تعریف جامعی رو ارائه ندادیم. این رو من اشتباه از خودم گرفته تا همه از سیاسیون، از فعالین حقوق بشر، از
اصحاب رسانه من این رو متوجه اونها میدونم، ما تا حالا نتونستیم تعریفی رو از کولبر ارائه بدیم. کولبر یک کارگر هستش یا نه، یک کسی که داره مرز رو رد میکنه، کالای قاچاقی میاره، مثل همون یک مثلا قاچاقچی که در مرزهای مکزیک هست برای مثال، یا باندهای مافیایی که در ایتالیا هستش. ما هنوز این تعریف رو ارائه ندادیم و جمهوری اسلامی هم قشنگ میتونه از خودش دفاع بکنه و این رو توجیه بکنه. پس ما اول بایستی این رو تعریف بکنیم برای مجامع بین‌المللی، برای رسانه‌های جهانی. ما خودمون میدونیم چی هست ولی اونها هم باید بدونن. بعد برای جمهوری اسلامی خوشایند هست که این مسئله اینقدر ادامه پیدا بکنه و مسائل دیگه رو ازش بگذریم و بهش توجه نکنیم. حالا این مسائل میتونه از مثبت و منفی باشه. از منفی رو که من اشاره کردم به مسئله انتقال آب کردستان و الاهواز به مناطق دیگه. ببینید از این کولبری هم که من چون عرض کردم در بلوچستان هم خیلی زیاد هستش، در الاهواز که خودش دیگه منبع و معدن نفت هست، ولی ببینید اونجا چجوری داره به روش دیگه‌ای از طریق آبی داره این اشاعه پیدا میکنه. حالا ما همچنان که عرض کردم اول باید به تعریف مسئله بپردازیم، بعد بیاییم ابعاد دیگه رو بررسی بکنیم، بعد به بررسی خود و توضیح و تشریح خود علت بپردازیم. اینجا چرا کولبری زیاده؟ جناب معروفی عذر میخوام صحبت شما رو قطع کنم. وقتی که نگاهی به ادبیات فعالان حقوق بشر به ویژه فعالان حقوق بشر کرد میاندازیم، معمولا از فعالان کارگری در مرزهای ایران و در مناطق مختلف کردستان تحت عنوان کاسبکارانی یاد میکنند که تحت ظلم و ستم قرار دارند. جناب عالی، این واژه کاسبکار رو برای این بخش از جامعه مظلوم و رنج دیده تا چه اندازه درست و دقیق میدونید؟ ببینید اصلا مسئله خیلی گاهن وقتی به بررسی مسئله و تبیینش میپردازیم خیلی گسترده تره. فعالین حقوق بشر متاسفانه اکثرا فعالینی متخصص در این زمینه نیستن و گاهن اشتباهاتی از ما رخ میده. مثلا یه هشتگی این مدت تو این شبکه‌های مجازی دیده میشه که کولبر نکشید. یعنی چی؟ یعنی دیگران رو بکشید. این اشتباهات از سوی ما هم داره رخ میده و ما کلن در صدد هستیم که این اشتباهات رو بتونیم کنترل بکنیم، ولی گاهن برخی از این شعارها و این اسامی و کلمات هم از اتاق فکرهای رژیم جمهوری اسلامی و از طریقهای غیر مستقیم اشاعه پیدا میکنه. این حالا کولبری، من حتی کاسبکار هم نمیدونم. کولبری یک برده است، یک برده اجباری که در سال 2020 باید بیاد مثلا حدود چندین کیلومتر رو از کوه و بیابان و نمیدونم آب و دریا بگذره. از این فرهاد و آزاد دوتا برادر که یکیش 14 ساله بود در برف جان باخت. اینو از این اصلا کارگر هم نیست، این یک برده است در این عصر و من حتی اسم کاسبکار رو هم براش جایز نمیدونم. ولی چرا این وجود داره؟ این هستش که سیاست تبعیض اقتصادی که من عرض کردم و جمهوری اسلامی عمدن داره اینو گسترش پیدا میکنه و ما داریم یک چهره مثبت از کولبری ارائه میدیم که دیگه آقا برید شما کولبری بکنید، ما بعدا اخبارتون رو پخش میکنیم. بعد من نمیدونم میگیم جمهوری اسلامی، من نمیخوام از ایدئال حرف بزنم، من دارم از رئال حرف میزنم، از واقعیت. بر طبق واقعیت و قوانین های بین المللی و حتی خود جمهوری اسلامی میتونه اونا رو بکشه. حالا بحث مسئله امنیت هم داره جمهوری اسلامی پوشش میده، مثلا میگه نه من اینا همکاری داشتم با پیشمرگ. اصلا کلا یک حرفای بدون واقعیت، ولی جمهوری اسلامی برای دفاع از خودش میگه. اما معروفی به هر حال این پدیده با هر نام و عنوان و با هر خواستگاه و انگیزه‌ای که به یک پدیده واقعا بارز اجتماعی تبدیل شده، یک مسئله جدی برای این مردم مظلوم و ستم دیده است. در ادامه برنامه همچنان در خدمت شما خواهیم بود و گفتگو خودم رو با دیگر مهمانان گرانقدر آغاز میکنم. پیش از اون توجه شما بینندگان عزیز و گرامی رو به مشاهده ویدئوی جلب میکنم که در این رابطه جالب توجه و همچنین تأمل برانگیز هست. تو
تلاش مانی کودک کولبر 14 ساله که برای خرید گوشی هوشمندی که بتونه با اون وارد سیستم آموزشی بشه و از تحصیل باز نمونه، با سقوط اون از ارتفاعات ناتمام موند. ماموران مرزی به سمت این کودک کرمانشاهی شلیک کردن و همین باعث سقوطش از ارتفاعات شد. بار اون و مادر کولبرش 4 بسته 25 کیلویی لوبیا بود. اونا باید 100 کیلو رو تا مرز عراق کول می‌کردن تا 100,000 تومان عایدشون بشه. با 3 بار طی کردن این مسیر اونا میتونستن یک گوشی ارزون قیمت برای ادامه تحصیل مانی بخرن. داستان مانی بسیار تکون دهنده است اما تکراری. تنها در سال گذشته 166 کولبر کشته یا زخمی شدن. هر کدوم از اونها یک مانی بودن. فقط در سال 2019 7 کودک زیر 18 سال کولبر در راه یخ زدن. حاکمیت با گرونی و بیکاری جون این کولبران رو به لب رسونده. اونا برای تأمین نیازهای اولیه جونشون رو کف دستشون میگیرن. جونی که با شلیک ماموران گرفته میشه. بسیار ممنون و سپاسگزارم. بله، پدیده کولبری با تعاریف و البته توضیحات لازمه‌ای که با خودش داره، تلاشی هست برای کسب نان، اون هم از طریق بازی با جان، جانی که با شلیک نظامیان و ماموران حکومتی در یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان از این مردمان رنج دیده گرفته میشه. جناب آقای محمد جمشیدی، سلام بر شما، سپاسگزارم که با ما به عنوان سخنگوی حزب لیبرال دموکرات کردستان در این برنامه همراه هستید. آقای معروفی، این ظلم و ستم رو در پهنه و گستره جغرافیای ایران به خصوص در رابطه با اقوام مختلف از جمله عرب‌های خوزستان، از جمله بلوچ‌های بلوچستان و دیگر اقوام و ملت‌های سرزمین ایران مورد تاکید قرار دادن که یک موضوع فراگیر هست. جناب عالی، مرکزگرایی حکومت تهران در شدت یافتن همچین موضوعات و مشکلاتی رو تا چه اندازه مؤثر می‌دونید؟ با عرض سلام و درود خدمت شما جناب کیانی و همچنین دستندکاران شبکه کلیمه و مردم مبارز با آزادی خواه کردستان و ایران. البته این نباید بگیم پدیده، این یک معضله، یک سونامی، یک کارسات معیشتی، نبودن، بیکاری، مشکلات اقتصادیه که تنها نه کردستان و بلکه خیلی از مناطقی مثل بلوچستان، اهواز، خیلی جاهای رو گرفته. وقتی که در یک سیستم دیکتاتور و در یک سیستمی که هیچی برای مردم کشورش و آسایش، امنیت مردم براش اهمیتی نداره و منابع زیرزمینی، منابع‌های نفتی و خیلی چیزا رو صرف مصالح خودش و سازمان هایی که زیر نظرش هست در کشورها مثل حماس، مثل حزب الله، مثل حسوهای لبنان استفاده میکنه، مردم ایران براش مهم نیست و یک سیستمیه که بقای خودش براش مهمه. پس این سیستم میخواد، طبق آقای معروفی فرمودن، یه سیستمیه فقط خودش براش مهمه و کاری میکنه که معیشت مردم و سیاست ها و عقاید خودش براش مهمه، دیگه به فکر مصالح و آسایش و امنیت مردم نیست. و این کار، اینو همینایی که تجارت میکنن یا این جنس ها رو میبرن کیان؟ خودشونن، خود همین آقازاده ها و همین عوامل رژیمن، وگرنه کی میاد مثلا توان اینقدر مردم رو به این سرگرم کردن که یه جوری مردم رو سرگرم کنن؟ بازرگانی با نفت از طریق بلوچستان، بنزین از طریق بلوچستان، اینو برای مردم درست کردن با عامل اساسیش خود جمهوری اسلامیه. مردم نیستن. چرا؟ مردم رو میخوان یه جوری سرگرم کنن که مردم به مبارزه، به خواسته هاشون، به حق و حقوقشون درخواست نکنن. بعدش هم در طبق جوامع جهانی یک کارگر حق و حقوق و امتیازاتی داره. اینو نمیدونیم کولبر بذاریم یا کاسبکار یا هر چیزی، نه، این یک معضل اجتماعیه که به وجود آوردن به خاطر مردم. و یک سیستمی که در مرکز وجود داره، یک سیستم ولایت فقیه که دیگه امروزه خودش پدرخوانده، تا دیروز میگفتیم پدرخوانده داعش، امروز
خود پدر داعش عذاب در اومد طبق ایمیل ها، و اینو برای بقای خودش و برای ماندگاری خودش روی سیستم، در سیستم مرکزی از هر کاری برخورداره و هر کاری رو میکنه. پس این با این کارا میخواد مردم رو سرگرم کنه و میخواد معضلات اجتماعی مردم رو به طوری مردم رو هدایت کرده که مردم فقط به فکر اینن یه لقمه نونی شب گیرشون بیاد. امروز که میبینیم یک کیسه آر شده 200,000 تومان، مردم رو سرگردون کردن، مردم رو حیرون کردن. و بعد نبودن، دزدیدن منابع استانها یا مناطق برای مگه کردستان بزرگترین منبع طلا رو داره در ایران، یا ایلام بزرگترین منبع نفت رو داره، بلوچستان، ولی همه رو اینا غارت کردن و دنبال خواستهای خودشون هستن. بسیار سپاسگزارم جناب آقای محمد جمشیدی که همچنان با ما همراه هستید. گفتگو خودم رو با استاد خدمتی به عنوان یکی از فعالان رسانه‌ای اهل سنت و از چهره‌های مذهبی اهل سنت ایران آغاز می‌کنم. سلام بر شما جناب استاد، ممنونم که ما در این برنامه همراه هستید. اگر موافق باشید نظر به صحبت‌هایی که مهمانان گرانقدر مطرح کردند و اشاره‌ای به نقش تبعیض‌های منطقه‌ای و قومی در پیدایش همچین پدیده‌ها و مشکلات و چالش‌هایی در جغرافیای ایران داشتند، همین موضوع رو با شما ادامه بدیم و نظر و دیدگاه شما رو بشنویم که به هر حال حاکمیت نگاه تبعیض‌آمیزی به اقوام و مردمان سرزمین ایران و همچنین به پیروان مذاهب داره. در بُعد مذهبی با توجه به اکثریت سنی جامعه کرد و کردستان، این موضوع تا چه اندازه میتونه در رویه مذهب سالار نظام حاکم بر ایران در برخورد با همچین پدیده‌ای مؤثر باشه؟ بسم الله، الحمدلله و سلام خدمت شما جناب استاد کیانی و خدمت مهمانان محترم برنامه و بینندگان عزیز. طی این 4 دهه که ملاهای صفوی بر مسند قدرت بودند، ثابت کردند که یک تبعیض مذهبی هم به اضافه تبعیض اقتصادی و حتی تبعیض نژادی، یک تبعیض مذهبی هم داشتند از روز اول. بلکه این تبعیض مذهبی بیشتر رنگ سیاه‌تری دارد تا تبعیض‌های دیگر، لذا در مناطقی که اهل سنت هستند از جمله کردستان، ترکمن صحرا و استان گلستان و سیستان و بلوچستان، خراسان و حتی خوزستان که عرب هستند، اینها ظلم مضاعفی به این قومیت میشه و فهمیدند که باید اینها را همینطور در حالت فقر و بدبختی نگه داشت که اگر اینها به حق خود رسیدند، حساب آخوندهای صفوی را یک سره مشخص می کنند و اینها را از ایران بیرون می کنند، در حالی که واقعیت چیز دیگری است. ملت شریف کردستان نه تنها در ایران مورد ظلم و ستم قرار گرفتند، بلکه در ترکیه، در سوریه، در عراق و قسمتی از ارمنستان هم مورد ظلم و ستم قرار گرفتند. این بزرگان حق بیشتر از این دارند. در برنامه‌های دیگر بنده اشاره کردم و عرض کردم که بنده تجزیه طلب نیستم، ولی اگر در مجامع بین المللی یک انصافی بود، باید که اینها بهشون اجازه یک کشور بزرگی داد به عنوان کشور کردستان که حق این ملت مظلوم هست، به خصوص که در مناطق استراتژی مهمی قرار گرفتن، مثلا در سلیمانیه، در موسل و در اربیل، در جایی که نفت خیزه و این بزرگان حقشونه و ثروت خودشون هست، منتی نیست که بر دوش این بزرگان گذاشت. حالا اینها رو ما کنار میگذاریم،
از یک حق زندگی ساده هم برخوردار نیستند. بحث کولبری است. کولبری چرا؟ باید یک ریشه‌ای برای این پیدا کرد. چرا یک جوان و یک نوجوان و یک کودک کرد عزیز ما وادار شود برای کولبری؟ جز این که حقش رو ضایع کردند، جز این که این را در شیشه قرار دادند، گفتند ما میخواهیم شما را خفه کنیم و این دست و پا میزنند، به نحوهی برای لقمه نانی که نمیرند فقط، یعنی چیزی که الان در گزارش شما مشخص شد، یک کولبر با این همه زحمت، با این همه مسافت چند ده کیلومتر که با 100,000 تومان 200,000 تومان یک مثلا باری را به مقصد برساند، جز تنگ نظری ملاهای صفوی مسند بر قدرت چیزی دیگری نیست. جناب استاد کیانی، حال اگر تصور کنیم که به فرض محال کل ملت شریف کردستان کولبر شوند، چقدر به اقتصاد ایران لطمه میزنند که حتی 1% این ملت عزیز هم کولبر نیستند؟ یعنی اون چیزی که ما میبینیم در این اختلاس ها، در این دزدی های کلان که خود آقایون و خود آقازاده ها مرتکب میشند و هرگز به این مسئله اشاره هم نمیشه، نه در رادیو، نه در تلویزیون، نه در رسانه ها و جراید، که میلیون هاست اگر میلیارد ها نباشه، چقدر میتونه به اقتصاد ایران لطمه برسوند که این رژیم اینقدر دیدش تنگ است که اجازه نمیده این نوجوان که داره نونده یک خانواده هست، نونده یک پدر و یک مادر پیر هست، اجازه نمیده که این هم داشته باشد، نه این که ذخیره کند، نه این که تجارت کند، نه این که بزنس کند، بلکه فقط برای لقمه نانی. ببینید این تنگ نظری و این بدبختی این ملاهاست که به اوج خود رسیده. پس بنابراین از این که حق مسلم خود این هاست که بر قدرت بر مناطق خیلی مهم نفتی و نفتخیز نشستن و حقشون داره ضایع میشه، یک طرف، از اینجا بدون منت باید به اینها اجازه داد که در رونق اقتصادی داشته باشند، برای اینها ایجاد کار، برای اینها عرض شود که حتی یک منطقه خودمختاری باشد، اگر که شما کشور بهشون نمیدید خودمختار باشند، زندگی کنند در مدارس، در بیمارستان ها، در بازار، در جاهای مختلف، زبان خودشون، فرهنگ خودشون، کما این که در دیگر جاهای این مملکت، در لرستان، در استان گیلان، در استان گلستان، ترکمن صحرا و دوستان این طرف، دوستان ترک و آذری ما، اون طرف دوستان خوزستانی و عرب ما، اون طرف شرق ایران دوستان بلوچ و خراسانی ما، و همچنین اینها حق وجود دارن، اینها حق حرف زدن دارن، اینها حق خودمختاری دارن. آقا شما ببینید از دیگر کشورها درس بگیرید. چرا اسمش گذاشتن ایالات متحده آمریکا؟ ایالت ایالت هست، لااقل مثل اونجا حق مردم و قومیت ملت شریف ایران که در منطقه تقریبا میتونه تنها و تک باشه، چون که در کشورهای منطقه این قومیت هایی که در ایران هست در جای دیگه نمیبینیم. ممکنه در عراق باشه یک یا دو قومیت، ولی در ایران ما بیش از 7-8 قومیت داریم. باید به اینها حق و حقوقی که مسلماً حق خودشونه بدون منت به اونها داد. پس بنابراین مسئله کولبری یک واژه است که در اثر ظلم و ستم رژیم آخوند صفوی تکفیری بر این ملت مظلوم کردستان تحمیل شده، از اون طرف هم ملت مظلوم بلوچستان به خاطر حالا سوخت یا بنزین یا گازوئیل اونها رو میکشند، هدف با تیر کش میزنند، و این یک مصیبتی است که متاسفانه هیچ مجمعی از مجامع بین المللی تا حالا جوابی نداده، تا حالا به کمک این ملت مظلوم نشتافته. رژیم همینطور به ظلم خود و
خیلی ممنونم به ناعدالتی خود ادامه میدهد. ما امیدواریم که روزی بیاید و لااقل مجامع بین المللی یک فکری درباره این ملت مظلوم کنند و این ملت را از ظلم مضاعفی که در زندگی میکنند نجات بدهند. بسیار ممنون و سپاسگزارم با این توضیحات. و جناب آقای معروفی، اشاره به نابسامانی داشتید که در رابطه با تعریف پدیده کولبری وجود داره که به طور خاص و ویژه این نابسامانی در رویکرد رفتاری و حقوقی و قضایی نظام حاکم بر تهران بسیار برجسته تر هست، حتی طرحی هم داشته برای ساماندهی کولبران، آنچنان که نماینده مهابات به این نکته تصریح میکنه که دولت آیین‌نامه‌ای رو به مناطق مرزی ابلاغ کرده بود تا در چند مورد برای ساماندهی کولبران اقدام بکنند که یک مورد ایجاد تعاونی بود تا کولبرانی که برگ تردد دارند در قالب این شرکت ساماندهی شده و با اونها مجوز واردات 25 قلم از اقلام داده بشه. سوال اینه که به هر حال از یک طرف این طور به نظر میرسه که حاکمیت نه عزمش رو برای این داره که به وضعیت کولبران و وضعیت معیشتی این مردم رسیدگی بکنه و نه توانش رو. جناب عالی به عنوان یک فعال حقوق بشری در شرایط اینچنینی که انواع و اشکال گوناگونی از ظلم و ستم بر این مردم رو میبینیم، چه سازوکارهایی رو مؤثر میدونید به ویژه از نظر رسانه‌ای و از نظر اجتماعی و در بطن و متن جامعه که بتونه به هر حال مشکلات ناشی از همچین نابسامانی رو دست کم به حداقل برسونه؟ من قبل از هر چیز تشکر میکنم از جناب استاد خدمتی واسه بیانات واقعا قشنگشون و همینجا میگم که من تضمین میکنم، گارانتی میکنم که هیچ کردی تجزیه طلب نیست، بلکه کردها استقلال طلبن و خودشون قربانی تجزیه. ولی اگه به سوال شما بپردازم، این هستش که من تلاشهای جمهوری اسلامی و حتی ایرانیزاسیونی رو که از 1307 به بعد شروع شد، کسایی مثل کسایی و کسایی شروع کردن و این پایه‌ها و ستون‌هاشو تعریف کردن و اومدن حتی تحریف تاریخ کردن، از این مسئله بعد میاد در جمهوری اسلامی ادامه پیدا میکنه بر اساس 4 اصل مثلا صدور انقلاب و مذهب تشیع. ولی جالب این هستش که من اینو خدمت های استاد خدمتی عرض کنم که تبعیض در کردها درسته ما با 2 تا فاشیسم سیاسی و فاشیسم مذهبی روبرو هستیم، ولی حتی کردهای اهل تشیع و حتی کردهای اثناعشری هم همین مشکل رو دارن. اما من تلاش‌های جمهوری اسلامی را متوجه میشم که جمهوری اسلامی میاد بر اساس سلسله مراتب نیازهای مازلو، میدونه وقتی که یه انسانی که کلن گرسنه باشه یا در برآورد کردن نیازهای فیزیکیش، همون برطرف کردن گرسنگی و تشنگی و لباس و مسکن مشکل داره، دیگه به مسئله عزت نفس فکر نمی‌کنه. همچنان که کردها که مثلا وقتی که انقلاب شد در ایران، کردها تنها نیرویی بودند که اومدن جلوی این رژیم وایستادن و به این رفراندوم 2 کلمه‌ایش یا 2 جوابی و 2 گزینه‌ایش گفتن نه. بقیه همه اومدن لبیک یا خمینی گفتن، همه سینه زدن و همه اومدن کشتن، ولی کردها نبودن. حالا جمهوری اسلامی میاد در ادامه همون سیاستی که عرض کردم به خصوص از 1307 شروع میشه، میاد این رو ادامه میده. ولی این جمهوری اسلامی و این پان ایرانیزم، من کرد هم میدونم من در چه مسئله در چه جایگاهی قرار دارم، چه مشکل دارم، ولی من تلاش های افرادی مثل آقای جلال محمودزاده نماینده رژیم در مهاباد یا شهرهای دیگه رو من متوجه نمیشم. آقای محمودزاده میاد میگه باید کولبری رو سیستماتیک کرد. آیا این راهشه؟ یعنی شما میای بردگی رو سیستماتیک میکنی آقای محمودزاده، و اون وقت میای به من میگی که دوباره به من رأی بدید که من خدمت کردم به شما؟ نخیر قربان، شما خودت داری بخشی از مکانیزم رژیم رو اجرا میکنی. کولبری رو مکانیزمی که شما پیشنهاد میدید جناب آقای معروفی در برابر این مکانیزم نماینده مجلس حکومتی چیه؟ ببینید، ما نفت کرمانشاه رو داریم، نفت و گاز ایلام رو داریم، ما طلای چکاب رو داریم، ما این همه معدن داریم در کردستان، معدن آلومینیوم داریم در بوکان، در سردشت حدود 7-8 نوع
معدن داریم. من نمیخوام بحث رو به صورت مذهبی بکشم، خودم ذاتاً آدم سکولاری هستم، ولی حتی در قرآن مسلمان ها بهش معتقدن، میگه وقتی که حضرت نوح سوار کشتیش میشه میگه اللهم انزلی منزلا مبارکن، خداوند من رو در جایی مقدس و مبارک بنشون رو زمین، و میاد روی کوه گودی یا جودی که در بین سه تا کردستان هست، میاد اونجا میشینه. هنوز هم آثارش هست در اونجا که 80 نفر بودن و اون روستا هنوز هست. پس کردستان در حدی ثروتمند هست که این رو لازم نباشه کولبری و بردگی رو سیستماتیک بکنیم. آقای محمودزاده اگر راست میفرمایند با بقیه نماینده های دیگه جلوی انتقال آب بوکان، هورامانات، سنندج، پیرانشهر و بقیه رو بگیرن به تبریز و مناطق دیگه ایران که داره انتقال داده میشه، در هر دقیقه 5000 لیتر آب از طرف بوکان و مهاباد انتقال داده میشه به تبریز و اونجا چندین هزار شهرک صنعتی داره از این تغذیه میکنه، ولی در کردستان همون جایی که آقای جلالزاده، آقای محمودزاده ببخشید، نمایندش هست، همونجا مردم حق ندارن کشاورزی رو به اندازه‌ای که دولت تعیین کرده بیشتر گسترش بدن. چرا دولت میگه آب زیر زمین از بین میره، نابود میشه و حق ندارن، ولی آقای محمودزاده صداش در نمیاد، آقای خضری، آقای فلانی فلانی، نماینده های دولت در این شهرستان ها، اون وقت میان مثلا به نظر خودشون شاهکار کردن، میخوان کولبری رو سیز بکنن، سیستماتیک بکنن، بیان تئوریزش بکنن. نخیر آقای جلالزاده، اون دانشجوی دکترا و فوق لیسانسی که کولبری میکنه، اون ورزشکاری که کولبری میکنه، هم پتانسیلشو داره، هم نیروشو داره، هم انگیزشو داره که کار داشته باشه. آقای جلالزاده، شما میتونستی در همون منطقه های مهاباد بیای کشاورزی گلخانه‌ای رو گسترش بدی، چرا انجام ندادی؟ چرا کارخانه پتروشیمی مهاباد، من اون وقت یک نوجوان بودم، من الان 39 سالمه، من اون وقت سنم 16-17 سال بود که پتروشیمی مهاباد و دانشکده پیراپزشکی شروع کرد به این کلنگ زدنش و هنوز هم که هنوز نیست و به اون مرحله نرسید. چرا آقای جلالزاده صداش در نیومده؟ حتی ما قبل از این رژیم، از دقیقاً سوال هم همین از جناب آقای معروفی، عذر میخوام صحبت شما رو قطع میکنم، دقیقاً سوالی هم که مطرح میشه همینه، با توجه به ثروت هایی که در این سرزمین وجود داره و بدون اینکه این مردم نیازی به دراز کردن دست تکدی و نیاز پیش حاکمیت داشته باشند و با وجود پتانسیل موجود در این سرزمین میتونند زندگی شرافتمندانی داشته باشند، چرا داره این اتفاقات میفته؟ پرسشی که خدمت شما مطرح میکنم جناب آقای جمشیدی دقیقا همین هست که حاکمیت خودش هم در شرایط فعلی و در وضعیت کنونی حالتی داره که به هر حال به همراهی و همگرایی اقوام و مذاهب و مردمان این سرزمین نیازمنده. چرا با وجود نیاز شدید حاکمیت به همراهی و پشتوانی مردمی، ما همچنان شاهد سرکوب، شاهد برخوردهای امنیتی و از جمله شلیک نظامیان حکومت به کولبرانی هستیم که در جستجوی نان جونشون رو کف دستشون گذاشتند؟ مرسی. من میخواستم یه توضیح رو قبل از هر چیزی بدم. شما در صحبتاتون اسم نماینده مهاباد رو آوردی، حالا من اسمش رو دقیق نمیدونم، آقای جلالی زاده. آقای جلالی زاده، امثال آقای جلالی زاده و فکر کنم خیلی از حتی از سیستان، جلال محمود زاده، جناب آقای جمشیدی، تصریح میکنم و تصحیح میکنم به اینکه نام ایشون به عنوان نماینده مجلس از مهاباد محمود جلالزاده هست، جلال محمودزاده هست. اینا نماینده واقعی و شرعی حقیقی حقوقی مردم نیستن. اینا عاملان و علقه به گوشان خود جمهوری اسلامی هستن. چرا؟ طبق قوانین خودشون تو باید اعتقاد به ولایت فقیه، سیستم جمهوری اسلامی و خیلی از موارد رو باید
داشته باشی تا بتونی نماینده مجلس بشی. اینا همونایی هستن که از فیلتر خودشون گذاشتن، یعنی مهر تاییدی و تایید خودشون رو داشتن، پس مورد تایید مردم نیستن. حالا اومدن به خاطر اینکه یکی اگه ری نده ایشون اخراج میکنن، یا یکی ری نده شناسنامش مهر نداشته باشه ایشونو یه سری کارا اقداماتی یا مثلا یه سری امتیازاتی رو ازش بگیرن، مردم رو وادار کردن که یه انتخابات نمایشی بوده. پس اینا نمیشه گفت نماینده، اینا همون هستن که به هر حال جناب جمشیدی، نظر به این که اونها با این روی کرد که ما مجبور به یک جبر سیاسی هستیم، هدف دفاع یا رد این رویکردشون نیست، به هر حال با این نظر و دیدگاه یک سری اظهاراتی از سوی اونها انجام شده، از جمله آنچه که در این برنامه بهش اشاره شد. در برابر این سازوکارهایی که تحت عنوان ساماندهی کولبران اینها ارائه میدن و پیگیری میکنند، به هر حال ما شاهد عدم عزم و توان حکومت برای رسیدگی به این مشکل هستیم، در صورتی که در شکل به هم ریخته حکومت در ایران خود حکومت به این انسجام نیاز داره. چرا برای این انسجام حکومت در شکل کلیش وارد عمل نمیشه؟ شما دلایلش رو در چه میبینید جناب آقای جمشیدی؟ الان میخواستم عرض کنم اگر همینو اگر میخواد سیستماتیک کنه، بیاد کشاورزی و دامداری و معادنی که در کردستان به جای داره همینا رو به اجرا بذاره، اجازه بده مردم از اینا استفاده کنن، به هزینه یا وام بده یا خیلی امکاناتو در اختیار اینا بذاره. پس این کارو نکرده. در مورد اینکه جمهوری اسلامی نیاز به کسانی داره که عامل خودش باشه، نیاز به اقوام یا بگیم به ملت یا به افرادی داره که ایشون رو تایید کنن. کردستان در 40 دهه گذشته همیشه پیشگام مبارزاتی در علیه جمهوری اسلامی بوده و همیشه در هر نظر، از لحاظ زندانی بگی آمار اولین آمار رو در سطح ایران داره، از لحاظ اعدام بگی اولین آمار رو در ایران داره. پس نمیتونه ایشون بیاد بگه کردستان آره این اقوام، نه، همیشه از لحاظ مذهبی مورد تعریض قرار گرفته، از لحاظ سیاسی مورد تعریض قرار گرفته. پس ایشون کسانی رو میخواد که فقط بخواد خودش رو تایید کنن، جمهوری اسلامی رو تایید کنن. پس این در شرایط امروزی فقط یک سری هستن که ایشون رو تایید میکنن، وگرنه امنیت و آسایش همون خیلی در جنگ عراق و ایران که 8 سال جنگ بود، یه دونه روستای کردستان مورد تهاجم، مورد تسبه تصرف هیچ نیروی عراقی در نیومد. پس ما حتی در این در جنگ عراق مبارزه کردیم با رژیم بس، ولی همینایی که به کولبراش شلیک میکنن کیا هستن؟ همونایی هستن که الان شاید فامیلشون، برادرشون، اقوامشون یا کسایی جلوی تلویزیون، همون تلویزیونی که کولبر به خاطر 100,000 مرز رو چیز میکنه، از مر میگذره و یه تلویزیون میبره به خاطر 100,000 تومان، همونا هستن. کیا هستن شلیک میکنن؟ خامنه ای و امثال خامنه ای نیومدن، همون فرمانده ها و نیرو انتظامی و کسانی هستن که القبه گوش جمهوری اسلامی هستن. اگه خواهان امنیت و اگه خواهان آسایشیم، باید ریشه اصلی رو نگاه کنیم. ریشه اصلی کیه؟ خود جمهوری اسلامی. وگرنه امروز اگر در کردستان چنین چیزی بوده، بله، این معضل، معضل کل جامعه ایران رو در بر گرفته، از شرق به غرب، از جنوب. مگه سیادای جنوب بندر عباس و چابهار اونا چی؟ پس ریشه در بودن جمهوری اسلامیه، و اگه ما میخواییم ریشه رو قطع کنیم، باید خود جمهوری اسلامی رو از صفحه روزگار برداریم. ممنونم، نظر و دیدگاه و توضیحات جناب عالی رو شنیدیم. جناب استاد خدمتی، با توجه به این که حتی در قانون اساسی هم این مسئولیت به دولت به عنوان قوه مجریه حاکمیت واگذار شده و ما شاهد ایجاد اشتغال پایدار در منطقه نیستیم، و از طرف دیگر به رغم همه بازی‌های سیاسی و همچنین جبر سیاسی که
تحت عنوان ساماندهی کولبران وجود داره، ما دقیقا عکس این حالت رو میبینیم و کولبرانی که جون خودشون رو به خاطر دسترسی به حداقل نیازهای زندگی خودشون از دست میدن. واقعا چرا حاکمیت در شرایطی که واقعا نیازمند به یک انسجام اجتماعی و سیاسی در جغرافیای ایران هست به این چنین رویه همچنان ادامه میده؟ یعنی نه پایبند به قانون اساسی هستند، نه اینکه پایبند به اون حقوق بشر هستند، پایبند به هیچ چیزی که ما اسمش میذاریم در جوامع بین المللی حق هر انسان آزاد، پایبند به هیچ کدوم از اینها نیستند. ممکنه ارزش‌های غیر انسانی در نزد این آخوندها به مراتب بیشتر از ارزش انسان باشد در این حکومت ولایت فقیه. متاسفانه این قانون اساسی گویند که در شب نوشته شده و در یک چمدون یا صندوقی قرار گرفته که هرگز دربش کسی تا حالا نگشوده. قانونی که قانون جنگل هست جایگزین قانون اساسی شده، قانون مندرآوردی آخوندها هرچی که هوا و هوس خودشون باشه جایگزین قانون اساسی شده. نه رفتار اینها، نه کردار اینها ربطی به انسانیت، به اخلاق، به حتی آدابی که ادعا میکنن، یعنی آداب اسلامی، بویی از اسلام نبردند. ما در حکومت اسلامی میبینیم در صدر اسلام و بعد در دوران خلفای راشدین، مثلا یکی از خلفا عمر ابن خطاب، عدالتش زبانزد خاص و عام بود که دیگران به خاطر عدالت این بزرگوار تحت تأثیرش قرار میگرفتن و مسلمان میشدن. حال آخوندهای صفوی ولایی برعکس این هستند، دم از اسلام میزنند ولی مردم را از اسلام فرار میدهند. یعنی امروزه به خاطر این ظلم مضاعف هیچ کس از شهروندان این کشور طرفدار این ایده و این عقیده آخوند صفوی دیگه نیست و متاسفانه از خود اسلام هم بدش میاد. یعنی این آخوندها کاری کردن که کسی نام اسلام دیگر نبرد، یعنی اثری از آثار اسلام دیگه میخوان نابود کنن برای همیشه و ظاهرا همچون مأموریتی دارند. بنابراین انتظار نرود که یک آخوند، یک مسئول در این حکومت ولایی 1% از عملکرد خود پایبند قانون اساسی باشد. مگر در قانون اساسی اینطور نیست که به اقلیت ها احترام گذاشته شود؟ کجاست به اقلیت ها؟ جز توهین چیز دیگر نیست. عرض شود که ما اقلیت بهایی، اقلیت حالا ارمنی یا اقلیت کلیمی، به اهل سنت نتوان گفت اقلیت، برای اینکه بیش از 1/3 این جمعیت را تشکیل میدهند. معالوصف به بزرگان و به مقدسات مسلمانان اهل سنت توهین میشه و اینها عین خیالشون هم نیست. بنابراین اینها پایبند به قانون اساسی نیستند. در اون چیزی که امشب ما دربارش صحبت میکنیم، این حقوق از دست رفته ملت مظلوم کردستان، جز با زور نمیشه به دست آورد. ظاهرا آخوندها نه اینکه این جزء طینت و اخلاق پست اینهاست، با ملت شریف کردستان یک کینه دارند. روز اول اگر کسانی که اوایل انقلاب یادشون هست اینطور اومدن جلو که آزادی است و جمهوری اسلامی، نه شرقی نه غربی، مردم هم پنداشتن که بالاخره میشه دفاع از حقوق خود کرد، حقوق اولیه خود، هر کس حق دارد حرف بزند و حتی تظاهرات کند، حتی ایراد بگیرد. دیدن که مقداری گروهی یا افرادی از کردستان بلند شدند و حق مسلم خود را میخواهند که در رژیم قبلی ممکنه نبوده است و ازش محروم بودند و اینها با این ادعایی و شعاری که دادند نمیخوان باز این حقوق را بدهند. سریع قبل از این که این صدا به جای دیگر برسد، خلخالی یک شبه رفت اونجا و همه را که دستگیر کرده بودند از دم تیغ گذراند و برگشت. یک شبه، ببینید این کینه است که هنوز هم ادامه داره. چقدر از جوانان کرد که فقط به خاطر حرف زدن، فقط به خاطر ایده، فقط به خاطر دفاع از مقدسات خود زندانی شدن با تهمت‌های واهی، سلفی و وهابی و نمیدونم تبلیغ علیه نظام و اینها، اون داستان بهرام و شهرام، شهرام احمدی خدا بیامرزادشون، چطور اینها اومدن گفتن بابا ما اصلا سلاح نمیدونیم استفاده کنیم،
دست به سلاح نزدیم، دست بند تو سلاح سردم بلد نیستیم دست بگیریم، ولی با تهمت‌های واهی صدها همچون بهرام و شهرامی را اعدام کردند. و این داله بر اینه که به اضافه این که آقایون حقوق این ملت را نمیدهند، یک کینه‌ای هم در دل دارن نسبت به ملت کردستان. باید که این مسئله حل شود. و من اینجا بگم بنده کرد نیستم، ولی تا این که این ملت به حق مسلم و 100% خود نرسد دست بر نمی دارد. همه کردها را هم اعدام کنند، حاضر نیستند تسلیم یک رژیم منحوسی مثل رژیم آخوندی بشوند. حق ملت کردستانه، حق ملت مظلومه، چه قبل از انقلاب، چه بعد از انقلاب، چه هم اکنون که اینها حقشون داره پایمان میشه و جووناش دارن به زندان میفتند و اعدام میشن. تا حق ملت کردستان بهشون داده نشه این ملت دست بردار نیستند، و نه در کردستان بلکه در جاهای دیگر از این کشور پهناور، بلوچستان و ترکمن صحرا و همچنین خوزستان که عرب هستند و چاهای نفتی که زیر پای اینهاست داره میره به برج‌های تهران یا آقازاده ها در کشورهای اروپایی و آمریکایی دارن لذتش میبرند، اینها دست بردار نیستن، باید به حق مسلم خود برسن چه زود و چه دیر. بسیار ممنون جناب آقای معروفی. برمیگردم خدمت جناب عالی. میخوام که یک جنبندی هم داشته باشید از آنچه که در این گفتگو مطرح شد، به خصوص اگر پیرامون این نکته هم که با توجه به پیشینه طولانی مدتی که فعالیت گروه های کرد داشته و در این حال ما شاهد به سرانجام رسیدن و به فرجام رسیدن این گونه فعالیت ها نبودیم، چه عواملی رو اگر خیلی مختصر بفرمایید در عدم به فرجام رسیدن تظلم خواهی ملت کرد مؤثر میدونید و جنبندی در دو دقیقه هم داشته باشید، بسیار سپاسگزار خواهم بود. ببینید، اولا بررسی کردن مسئله کولبری یا همین فاشیسم که داره در کردستان اجرا میشه که ما الان داریم به قضیه اقتصادیش میپردازیم یا پرداختیم، این مسئله رو ما باید تئوری های توتالیتاریسم، تئوری های کلونیالیسم و تئوری های پست کلونیالیسم رو بیایم در موردش بررسی بکنیم، چون این مسئله فراتر از یک مسئله ساده است که نه این یه تبعیضی شده و تموم شده رفت. یک کرد خوب یک کرد مرده است، این شعار در این قالب پیدا میکنه، نمود پیدا میکنه. ولی به نظر من ما دو راه بیشتر نداریم، همچنان که پاولو فریر هم میومد در مورد مستمندان حرف میزد و میگفت، یکی از راهاش اینه که تمام ملت های ایران بیان همراه بشن، همچنان همراه با ملت فارس، یعنی اونها هم بیان، فارس ها هم بیان و بگن نه ما دیگه میخوایم مثل سوئیس، مثل هر جای دیگه حق تعیین سرنوشت رو ما بهش معتقدیم، حقوق انسان رو، قوانین بین المللی رو، کنوانسیون ژنو رو. این یک خوابی هست که من فکر نکنم تا قوم قیامت هم این خواب رو ما بتونیم اصلا نمودش رو ببینیم. پس من این رو گزینه رو منتفی میدونم. گزینه دوم آموزش ستم دیدگان و انقلاب ستم دیدگان هست. ما کرتا تنها همچنین راهی رو در پیش داریم، راهای دیگه رو ما امتحان کردیم نرسید. در مورد احزاب کردی شما حرف زدین، احزاب کرد از همون اول انقلاب، خب همه اسناد و منابع هست، کردها نه جنگ کردن، کردها نه حمله کردن و تا به امروز، و شاید من بگم متاسفانه، هیچ کردی در خارج از جغرافیای کردستان حتی یه گلوله هم شلیک نکرده. به ما حمله شد، ما دفاع کردیم، حزب کماله و حزب دموکرات که دو حزب بودن، بعد سازمان خواتم اون وقت درست شد، همه اینها اومدن به ما حمله کردن، ما دفاع کردیم، مگه دفاع حق ما نیست؟ و باز هم کشته شدیم، باز هم روستاهامون خراب شد، باز هم زندگیمون از بین رفت، به ناموسمون تعرض شد و غیره. و چرا گفتم متاسفانه؟ اگه ما هم حمله می کردیم، ما هم در جاهای دیگه می اومدیم مقابله به مصر می کردیم، الان وضع این نبود. صدام حسین تمام مناطق جغرافیایی ایران کنونی رو اومد بمباران کرد، از بین برد، دولت مقاومت کرد، یه بمب زد، یک موشک زد به تهران، بعد خمینی جام زهرش رو نوشید. اگه ما هم این کارو میکردیم الان وضع این نبود. ولی به هر حال ما کردها از طبق همون آداب و رسومی که داریم و همچنین درسایی که پیشروان ما به ما گفتن، ما تا حالا این کار رو انجام ندادیم، فکر نکنم این برنامه هم باشه، ما تا حالا دفاع کردیم. ولی مسئله این هست که من اینجا هم تکرار میکنم، همچنان که استاد هم فرمودن،
ملت کرد رو و هیچ ملت دیگه ای رو که ریشه دار هست رو نمیشه از بین برد. من امیدوارم که همه به این نتیجه برسیم که میتونیم مثل انسان، اولا اگه شد در کنار همدیگه، نشد با احترام به همدیگه بیاییم زندگی بکنیم و به زندگی احترام بگذاریم، به حق حیات احترام بذاریم. ولی من چرا میگم امیدی نیست؟ ببینید شما الان بیایید در توییتر یه هشتگ بزنید در مورد کردها، در مورد لباس کردی، کولبر، هر چیزی که دلتون خواست. ببینید یک سگ رو در البرز، استان البرز، نمیدونم دو سه نفر کشتن، همه فعالین حقوق بشر رو، نمیدونم غیر بشر رو، همه فارسا اومدن هشتگ زدن، گریه کردن، شیون کردن، ولی یک پیرمرد در یک روستای دورافتاده از کردستان در کردستان عراق اومد یک توله سگی رو کشته بود و این ویدیوش پخش شد. این دوستان به جای این که بیان از حق اون حیوان دفاع بکنن، به ما کردا فحش دادن، این ملت وحشی، این ملتی نمیدونم چی چی و چی. خب ما ناامید شدیم، ما در اعدام رامین ها دیدیم، در اعدام فرزاد ها دیدیم، در اعدام هدایت ها دیدیم. ملت فارس یا قوم فارس، حالا هرچی اسمشو میذارین، متاسفانه همراه هستن با این سیاست هایی که از دوره صفویه تا حالا بوده و من به بعد از این رژیم هم هیچ امیدی ندارم. لذا ملت کرد و دیگر ملت ها یک راه رو دارن، اون هم دفاع از خودشون هست، دفاعی که حق مسلم خودشون. زبای معروفی باشد. اجازه میخوام اینجا با نکته پایانی جناب عالی این مخالفت رو داشته باشم، میگم که حتی مردم فارس هم در جغرافیای ایران از ستم دیدگان حاکمیتی هستند که با روی کردی قومگرایانه و فرقگرایانه به خودش حق داده که به همه این ملت ها از جمله کرد، لور، بلوچ، فارس، ترکمن، گیلکی و دیگر اقوام و ملت های ساکن و جزو سرزمین ایران، ساکنان اصلی و رسمی این سرزمین، هر ظلم و ستمی رو روا بداره. 10 ثانیه به من فرصت بدین. اولا من نمیگم 100% فارسا، من نمیگم فاشیست هستن، انگشت های دست مثل هم نیستن و امروز ما نشستیم در مورد ملت کرد حرف میزنیم. استاد حرفای خیلی قشنگی زدن که شاید من کرد نزده باشم، ولی من همیشه 51 رو همچنان که در علم و در تحقیقات مرسوم هست، 51% رو عرض میکنم و این هستش که بله، قوم فارس یا ملت فارس هم در ایران تحت فشار و ستم هستن، اما فشار و ستمی که اونا زیرش هستن در بعد حقوق شخصی هست، ولی ما دیگران در بعد حقوق ملی زیر فشار هستیم. و متاسفانه همین اول انقلاب همونایی که حمله کردن، خب تیرون ابابیل که نبودن، از همون مشهد و کرج و کرمان اومدن حسین فهمیده ها و چمران ها. و متاسفانه وقتی که نوبت به اون مسئله که میشه اسمشو میذارن تجزیه طلبی و من میگم استقلال طلبی، وقتی که اونجا به اونجا میرسیم دیگه حتی پسر شاه سابق ایران میاد دستبوس خامنه ای میشه، مجری فلان شبکه تلویزیونی میگه من پای آقای خامنه ای رو میبوسم. این مسئله هست و این رو در ایرانیزاسیون باید بررسی بکنیم، که همچنان که عرض کردم لااقل از سال 1307 رضا شاه اومد به صورت کاملا علمی این رو اجرا کردش. بسیار سپاسگزارم جناب معروفی. جناب جمشیدی، صحبت‌های پایانی جناب عالی رو می‌شنویم، به خصوص اگر خیلی مختصر در این باره هم توضیح بدید که به رغم پیشینه طولانی مدت فعالیت احزاب و دستجات کرد و گروه‌های فعال در زمینه تلاش برای دسترسی به حقوق از دست رفته، متأسفانه این خواسته ملت کرد گویی محقق نشده و از حداقل حقوقی که باید برخوردار می‌شدن گویی برخوردار نیستند. با روی کار آمدن جمهوری اسلامی، احزاب کرد خواهان دموکراسی برای ایران بودند و خودمختاری برای کردستان. یعنی اینکه در ایران اگه دموکراسی وجود نداشته باشه، حق و حقوق هیچ کسی نمیتونه تأمین بشه. برای همین ما خواهان دموکراسی در ایران بودیم از اوائل انقلاب و الان هم خواهان اصل دموکراسی هستیم، چیزی که جامعه جهانی خواهان آن است و امروز در جامعه جهانی وجود داره. نه اینکه من دموکراسی رو باب میل خودم بخوام و جایی که به نفع منه
از اون استفاده کنم و جایی که به نفع من نیست از اون بتونم به صورت دیکتاتوری استفاده کنم. برای همین ما اسلحه رو بر علیه فتوای تاریخی خمینی که اعلام جهاد کرد علیه کردستان به دست گرفتیم و خواهان از ناموسمون از همه چیزمون دفاع کردیم در برابر این فرمان جهاد خمینی. امروزه مردم و همه اقوام چه در ایران و چه در سطح بین المللی خواهان همزیستی مسالمت آمیز هستند. طبق یک جامعه دموکراتیک و دموکراتیکی که طبق کلماسن های جامعه جهانی وجود داره، اگه ما به اون اصل دموکراسی برسیم دیگه نه تبعیضی وجود داره، نه بیکاری وجود داره، نه کولبری وجود داره، نه نفتبری از تخریب چیز بلوچستان داریم و اقتصاد تقسیم میشه و هر منطقه خواهان رونق اقتصادی و رونق گردشگری و آبوری و کشاورزی خود خواهد بود. به امید اون روز. بسیار سپاسگزارم جناب استاد. خدمتی جنبندی جناب عالی رو در این بخش از برنامه میشنویم. بفرمایید، خواهش میکنم. تشکر میکنم از شما جناب استاد کیانی که این موضوع رو اختصاص دادید در برنامه زیر ذره‌بین امشب. امیدوارم که در آینده هم همچون موضوعی باشد و این ملت مظلوم کردستان لااقل اگر که تریبونی یک جایی ندارد که صدای خود را برساند به جامعه جهانی، از این تریبون استفاده ببرد و همچنین بقیه ملیت ها در این کشور. ما شکی نداریم که جامعه جهانی ببخشید درش نفاق و دوگانگی هویدا و روشن هست، اما از اونجایی که به تعبیر مثال عربی مالا یدرک و کله لا یدرک و جلو، اون چیزی که ما همش نمیتونیم بهش دست بیابیم ولی ناامید نمیشویم، باز هم از هر طرف و هر گروه و هر تریبونی که بشه باید حرف زد و استفاده کرد و تا این که به گوش این مردم ظالم و این مردم ناعادل که بر مسند قدرت هستند در ایران، یعنی همین ملاان صفوی، برسد. ممکن است درشون افرادی باشد که کمی رگ انسانیت درشون باشه، بیدار بشه، یا اینکه مردم بهتر عزم و اراده قوی تری داشته باشند برای نابود کردن و از بین بردن این ظالمان و یک حکومت عادلی را به جای اینها حکومت مردم بر مردم در این کشور بیاورند که برای همه قومیت خوب و آینده روشن و زیبایی داشته باشه به امید آن روز. بسیار ممنون و سپاسگزارم از مهمانان گرانقدر، آقایان حلمت معروفی فعال حقوق بشر و همچنین کنشگر رسانی، جناب آقای محمد جمشیدی سخنگوی حزب لیبرال دموکرات کردستان و استاد خدمتی از چهره‌های مذهبی اهل سنت ایران که در این گفتگو تا این بخش از برنامه زیر ذره‌بین با ما همراه بودند و همچنان در خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی هستیم و در ادامه برنامه با افتخار استقبال میکنیم از تماس‌های تلفنی شما بینندگان عزیز و گرامی و همچنین پیام‌های صوتی که از طریق پیامرسان واتساپ و شماره‌هایی که همکارانم هم زیرنویس می‌کنند ارسال می‌فرمایید. به تناوب پیام‌های شما بینندگان عزیز و گرامی در برنامه پخش خواهد شد و همچنین صحبت‌های شما بینندگان عزیز و گرامی طی تماس‌های تلفنی رو خواهیم شنید. هستم، البته اگه خدا بخواد هدایت پیدا کردن. من قبلا هم که هرچی فکرشو میکنم یه چی که توی این مراسمات خیلی کم خیلی به ندرت گویید پیامی رو پخش کردم که مربوط به ساعاتی قبل هست، پیام همین بیننده رو که لحظاتی قبل شاید حدود بله نیم ساعت قبل به برنامه ارسال شده پخش میکنیم. امیدواریم که پیرامون موضوع برنامه باشه. عرض ادب و احترام خدمت آقای هاشمی. آقای هاشمی، این چند این پیام است که براتون گذاشتم ولی با عرض پوزش خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی و بابت
اینکه این پیام مرتبط با برنامه نبود. صحبت‌های بیننده‌ای رو می‌شنویم که لحظاتی پیش ارسال کردند. السلام علیکم و رحمت الله. استاد ترشبی بزرگوار و عرض خسته نباشید خدمت همه گیه زحمت کشن داشته. خب بله، باز هم عذرخواهی میکنم، پیامی رو پخش کردیم که مرتبط با برنامه استاد ترشبی بود. صحبت های این بیننده رو در رابطه با برنامه‌ای که همینک در خدمت شما هستیم میشه. سلام علیکم و رحمت الله. استاد کیانی بزرگوار و عرض خسته نباشید خدمت همگی زحمت کشان در شبکه جهانی کلمه و عرض سلام خدمت دوستان مؤمن و موحد خودم. مشکل امروز کشور ایران مشکل عقیدتی است بیشتر تا اینکه مشکل ملیتی باشد. یعنی اینکه این صحیح است که از طرف حکومت مرکزی که یک حکومت شیعه صفوی است به قومیت‌های فارس، کرد، بلوچ، آذری، ترکمان و عرب و غیره توهین میشه، اما در کل مشکل اصلی این است که مردم بایستی یاد بگیرن و بدونن که به اعتقاد و باورهای هم دیگر احترام بذارن. و علیکم السلام و رحمت الله. سلام و رحمت و برکات الهی بر شما و بسیار سپاسگزارم بابت نکته دقیقی که مطرح فرمودید. صحبت‌های بیننده دیگری رو میشنویم که همینک به دستمون رسید. سلام علیکم آقای کیانی عزیز. سلام بر شما. آقای کیانی عزیز، میخواستم بگم اینا کلن دزد هستن. اینا دزد هستن، از قدیم گفتن هم دزد هستن هم رفیق قافله هستن. اینا کلن از جلو پازگاه ها که بگیریم، اینا کلن خودشون چرا جنس ها میاد داخل؟ چرا؟ رشوه میگیرن همه. اصلا مثلا ما خودمون از جزیره تا شیراز، جزیره تا شیراز 4-5 تا پازگاه داریم، راحت اتوبوس رد میشن، مثلا میان همه رشوه میدن، همه دزد هستن، همه رشوه بگیر هستن. اینا کلن خودشون میخوان این کار رو بشه. مثلا از اول تا آخر همه اینا چی هستن؟ همه اینا همه دزد هستن، رشوه بگیر هستن. بله، و این موضوع بارها با اعتراض علما و ریش سفیدان جزیره قشم هم همراه بوده. به خاطر دارم که باری از جمله بارها و موارد متعددی که در این باره اتفاق افتاد، استاد شیخ محمد علی امینی از چهره‌های مذهبی جنوب ایران بر این نکته به خصوص در رابطه با برخورد ناشایست گمرک با تاجران این منطقه نسبت به این موضوع اعتراض کردند که طبیعتاً این موضوع چالش‌ها و مشکلات دیگری هم ایجاد می‌کنه که ما در مواردی شاهد کشته شدن فرزندان این منطقه به عنوان بخشی از سرزمین ایران در نتیجه برخوردهای امنیتی و ضد بشری نظامیان حکومتی بوده ایم. با عرض سلام خدمت شما آقای که سلام بر شما. سلام از کردستان تماس میگیرم. آقای کیانی عزیز، چیزی که میخواستم برای مردم، اتاق فرمان اعلام میکنن که گویی صدای این بیننده رو در پخش نداریم. مجدداً از ابتدا پخش میکنیم و امیدواریم که این مشکل برطرف شده باشه و صدای این بیننده ای رو که لحظاتی با عرض سلام خدمت شما آقای کیانی عزیز، من سهراب هستم از کردستان تماس میگیرم. سلام خدمت شما عزیز، من سهران هستم. چیزی که میخواستم برای مردم روشن بشه، یعنی بیشتر شما روش تاکید کنید، چون تنها که رسانه ملی ما شبکه کلمه هستش. چیزی که من میخواستم اطلاع رسانی بشه اینه که همه سناریویی که آقای خامنه ای و خمینی درست کردن دوباره میخواد تکرار بشه، مثل خانم رجبی، مریم رجبی، مجاهدین خلق. یعنی میخواستم بیشتر مردم آگاه بشه که دوباره تو این دام نیفتن، دست در نکنه. بازم از این برنامه بسیار زیباتون ممنون و سپاسگزارم بابت اظهار نظری که
شنیدیم و دیدگاه خودتون رو شما بیننده عزیز و گرامی مطرح کردید. آقای کیانی سلام، خسته نباشید. دوست هستم. آقا اینا که میگن ما اطلاعات مغربی و ما همه چیزا رو مخورن، چطوری هم مواد مخدر مغربی کشورا؟ من نمیشم اگه بتونی جواب بدی. بله متاسفانه کیفیت صدا به گونه ای بود که پرسش این بیننده گرامی برای بنده مفهوم نبود. عذرخواهی میکنم و از بینندگان عزیز خواهش میکنم پیام هایی که ارسال میفرمایید در حین ضبط صداتون ولوم گیرنده رو کاملا ببندید تا پیامی که به دستمون میرسه گویا باشه و بتونیم افتخار شنیدن اون رو داشته باشیم و همچنین بینندگان هم نظرات و دیدگاه های شما رو بشنوند. خب بیننده ویدیو کلیپی ارسال کردند که عذرخواهی میکنیم امکان پخش ویدیو کلیپ در برنامه ها ممکن نیست، اما صحبت های بیننده رو میشنویم که قبل از این ارسال کرده بودند و مجددن باز ارسال کردند در برنامه. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت جناب آقای هاشمی و بینندگان شبکه جانی کلمه. جناب آقای هاشمی، ما به این موضوع خیلی جا برخوردیم. دو جو قرآن شریف ما در خانه داریم. خب عذرخواهی میکنیم با توجه اینکه موضوع برنامه نیست. اتاق فرمان، اگر دسترسی مجدد من به واتساپ رو فراهم بفرمایید ممنون میشم، با توجه اینکه دسترسی من به واتساپ قطع شده. که تفسیر معنی قمچه‌ای بسیار ممنون خواهم شد. تا برطرف شدن این مشکل توجه شما بینندگان عزیز و گرامی رو به مشاهده ویدئویی جلب می‌کنم که پیرامون موضوع برنامه است، هرچند که مربوط به چند وقت قبل هست، اما گوشه از جنایت‌هایی رو که علیه کولبران انجام میشه در این ویدئو کلیپ خواهیم دید. این تازه ترین کشتار حدث جمعی اسبها در مناطق مرزی کردستانه. طی یک ماه گذشته دست کم 90 اسب باربعتا توسط نیروهای انتظامی و سپاه کشته شدند. اسب وسیله نقلیه اصلی مردم مناطق کردستانی کردستانه. یا نوشت فرقی نمی کنه انسان باشی یا اسب، کافیه در کردستان زندگی کنی تا برای زنده بودن مجبورت کنن جان بدی. کشتار گسترده اسبهای باربر کردستان در حقیقت با هدف فقر بیشتر و اشتغال کمتره. حتی اگه از این اسبها برای کولبری استفاده بشه نیز بسیاری از مردم منطقه کارت کولبری رسمی دارن. عثمان مزین وکیل دادگستری گفت اولا جرمی اتفاق نیفتاده چون اسب در حال چرا بودن و کالایی حمل نمی کردن. حتی اگه جرمی محقق بشه مجازات اون ضبط کالا و پرداخت جزئیه نشلی که گلوله. نرخ بیکاری در کردستان بالای 45%. درآمد یک کولبر کمتر از 100,000 تومانه. این یعنی سالها تلاش برای خریدن یک اسب قادر. آیا بیکاری کردستان توسط حکومت رو آمدانه میدونین؟ بسیار ممنون و سپاسگزارم. سوالی که در پایان این ویدیو کلیپ مطرح شد که آیا بیکاری کردستان توسط حکومت رو آمدانه میدانید، نظر و دیدگاه شما بینندگان عزیز و گرامی رو میشنویم. بیننده‌ای که همینک در خدمتشون هستیم، جناب آقای مسعود از تهران بفرمایید. بله بفرمایید جناب آقای مسعود. سلام آقا، حال شما خوبه؟ ممنونم، زنده باشید. بفرمایید، در خدمت شما هستم. میخواستم یک سوال ازش بکنم. بفرمایید، صدای شما رو میشنویم و پخش میشه، در خدمت شما هستیم. آقای مسعود، این ناتو ترجمه چی رقمیه؟ ترجمه باید چی رقم، چی رقم ترجمه کنی؟ صدای آقای مسعود برام گویا نیست. اگر ولوم گیرنده رو جناب مسعود ببندید بسیار ممنون میشم. اتاق فرمان، دسترسی من به واتساپ رو هم همزمان فراهم بکنید ممنون میشم. آقای مسعود، شما هم اگر ولوم گیرنده رو کاملا ببندید سپاسگزارتون خواهم بود. بفرمایید، خواهش میکنم. میخواستم استاد محترم از شما بپرسم این ناتاینا رو ترجمه چی رقم باید ترجمه کنید؟ ترجمه سوره کوثر، بله انشاءالله در برنامه های مربوطه، در برنامه دفاع از اهل بیت، در برنامه حق الله و دیگر برنامه هایی که
با رویکردی دینی و بیان عقیده اهل سنت و جماعت در خدمت شما هستیم، به این موضوعات میپردازیم. بسیار سپاسگزارم آقای مسعود عزیز و گرامی. صحبت‌های بیننده بعدی رو میشنویم. جناب آقای ریگی از بلوچستان، سلام بر شما، بفرمایید. ممنونم، زنده و سربلند باشید. ولوم گیرنده رو کاملا ببندید جناب آقای ریگی. آقا درست گفتون، کرد ما بلوچا کرده همه اشون هستیم، دنبال یک نونه. ما برای بنزین میمیریم، اونا برای خاطر یک کوله بری. شب روز ما دوستنمون برای یک نونه، نه برای آسایش زندگی. تمام. متاسفانه واقعیت تلخی هست که در بخش‌های مختلف ایران از جمله کردستان و بلوچستان شاهدش هستیم. این در حالیه که نیروهای وابسته به سپاه در قاچاق کالا نقشی اساسی دارند و گویی با رویکردی انحصار طلبانه به دنبال در دست گرفتن بازارچه‌های مرزی و مبادلات کالا در مرزها هستند. صحبت‌های بیننده دیگری رو میشنویم که لحظات پیش از طریق واتساپ برای ما ارسال فرمودند. کیانی، امیر هستم از ایران. امروز یک لقب فهمیدیم به نام آیه های قورباغه ای. تو به اون خدا، آیا اینا عقلشون نمیرسید به جایی که به آیات قرآن که نشانه های از طرف الله هستن عقلا میگفتن آیه های پلنگی، شیر، چیزی نبود جز قورباغه؟ ای خاک بر سرشان باد، اینها فکر میکنن ماندگارن، خیر از این بدترها بودند و رفتند. بسیار ممنون و سپاسگزارم، به خصوص که این صحبت های این بیننده هرچند که لحظات قبل به دستمون رسید اما موضوع برنامه قبلی بوده. بیننده ای پیام متنی دادند که با این کارا و حرف ها میخواین اوضاع رو بهتر کنین یا بدتر؟ صریح بگیم به دنبال بهبود اوضاع هستیم. دردی در جامعه وجود داره، اگر این درد نادیده گرفته بشه و بهش توجه نشه، بهش اهمیت داده نشه، این درد شدت بیشتری پیدا خواهد کرد. بیننده بزرگواری که شما این پیام متنی رو ارسال کردید که با این کارا و حرف ها میخواین اوضاع رو بهتر کنید یا بدتر، اگر خدای نکرده دستتون درد بگیره و بیخیال باشید، اهمیت ندید، به پزشک مراجعه نکنید و این درد شدت پیدا بکنه، به دیگر اعضای بدنتون سرایت پیدا بکنه، چه بسا به مرحله‌ای برسه که از درمان در بمونید و عاجز بشید از اینکه بتونید برای درمان خودتون کاری بکنید. متاسفانه دردهای مشترک جامعه ایرانی در بلوچستان، در خراسان، در استانهای مرکزی، در استانهای مرزی، در کردستان، در خوزستان، در ایلام و لرستان، در آذربایجان، در گیلان و در دیگر استانهای کشور به قدری زیاد شده که به درد مشترک این ملت و مردم تبدیل شده. درد گرانی، درد بیکاری در کنار ظلم و ستمی که برشون میره. متاسفانه به این دردها بیتوجهی شد و روز به روز داره این دردها شدت بیشتری پیدا میکنه. لذا اگر به این دردها میپردازیم و نظرات و دیدگاه های مهمانان گرانقدر برای درمان این دردها رو میشنویم، یک تلاش هست برای بهبود وضعیت نچندان خوبی که سرزمین ایران در اون به سر میبره. سلام بر شما. انتخاب من کولبر نیست، نیاز منه. نیازی برای آوردن نان بر سر سفره که دستان غارتگر رژیم آیت الله ها آن را از سر سفره من خالی کردن و منو مجبور کردن به کولبری. بله، صحبت های این بیننده
کاملا گویا بود و دیگه حرفی برای گفتن باقی نمیمونه. آنچه که اتفاق افتاده ما در صحبت‌های این بیننده شنیدیم. با سلام و خسته نباشید، محمد هستم از اصفهان. سلام بر شما. فرقی نمی‌کند زمستان باشد یا تابستان، بهار باشد یا پاییز، باید بارش را بر دوش بکشد و قامتش را نه از سر فروتنی بلکه از سر اجبار خم کند تا به نرخ جان نانی کسب کند، از صخره های صعب العبور بگذرد و قدم در راه مرگ بگذارد. کولبری که صدای نفس های خسته اش به گوش های ما و آنهایی که باید نمی رسد، مگر گرفتار بهمن شود، مگر زیر خروارها برف دفن شود، مگر گرفتار بهمن شود، مگر زیر خروارها برف دفن شود. خلاصه و گویا و البته بسیار دردآور بیان بخشی از دردی که کولبران متحمل میشند. اتاق فرمان گویا میگن که صدای این بیننده پخش نشده، مجدداً پخش میکنیم تا صدای این بیننده رو شما بینندگان عزیز و گرامی هم بشنوید. خواهی که یعنی واقعا وزنه کولبرا خیلی تأسف داره. بله، اشارهشون به این هست که موضوع کولبران موضوعی پر از درد هست که خیلی مختصر و گویا بیننده پیش از این به روشنی بیان فرمودند، درد و رنجی که مردم دارن متحمل میشن و این درد و رنج برای کولبران شدیدتر هست. سلام علیکم و رحمت الله جناب آقای ترشابی. آقای ترشابی موضوع سلام علیکم و رحمت الله. آقای کیانی، واقعا این کولبرهای عزیز خیلی مرارت میکشن، خیلی با سختی با جان خودشون دارن تلاش میکنن که یه لقمه نون ببرن سر سفره، ولی من مظلومیت این کولبرها رو تو جایی میبینم که شما دارید از اینها حمایت میکنید و این مظلومیت اینها رو خیلی بالاتر میبره. باید هم این رو بگید، وقتی که در همون قانون اساسی که دولت به عنوان قوه مجریه حاکمیت نسبت به ایجاد شغل و اشتغال زایی کوتاهی میکنه و چراغ سبز نشون میده به نیروهای نظامی برای مورد هدف قرار دادن کولبرانی که جان بر کف گذاشتند تا از صخره های سخت بگذرند و لقمه نانی به دست بیارند، مورد هدف قرار بگیرند با تیراندازی نظامیان حکومتی. اگر اظهار تأسف نکنید چه میکنید؟ در صورتی که این حکومت هست که باید پاسخگو باشه نسبت به درد و رنجی که بر این مردم تحمیل کرده. با عرض سلام و خسته نباشید. سلام. شما جناب استاد گرامی آقای کیانی. سلام باشید. خسته نباشید، ممنون از برنامه های خوبتون. در رابطه با موضوع امشب برنامه‌تون باید عرض کنم که اینها سپاهی اتاق فرمان مشکل رو مجددا برطرف بکنید تا بتونیم صدای بینندگان رو بشنویم. مشکل رو من خواهش میکنم به طور جدی برطرف بفرمایید تا در پخش پیام های بینندگان مشکلی نداشته باشیم. بیننده‌ای که همینک صداش رو میشنویم بفرمایید، خواهش میکنم. جناب آقای طاهری از مینا بفرمایید. خب گویا در پایان برنامه اونطوری که از آغاز دریافت پیام‌های
واتسابی دچار مشکل شدیم، همچنان این مشکل وجود داره. امیدوارم که بتونیم صحبت‌های این بیننده گرامی رو در پایان برنامه بشنویم در کنار انبوه پیام‌هایی که از طریق واتساب ارسال فرمودید. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما جناب استاد گرامی آقای کیانی سلام و دیگر همکارانتون، خسته نباشین، ممنون از برنامه‌های خوبتون. در رابطه با موضوع امشب برنامه‌تون باید عرض کنم که اینها سپاهیان شیطان هستند و هر کجا فرزندان خدایی و الهی رو می‌بینن چشم دیدنشون ندارن، به هر نحوی شده که میکشن و از بین میبرن. در بلوچستان همین امروز یک جوانی رو کشتن، کولبرها رو میکشن و هر جا انسانهای شریف خدایی باشن نمیتونن ببینن و نیست و نابود میکنن، ولی طرفداری میکنن از اینکه چرا جورج فلوید در آمریکا رو کشتن، یه آدم مثبتی هم نبود. پس اینا سپاهیان شیطان هستن و ضد اسلام و ضد بشریت. ممنون از شما، الله یارتون، حق نگهدارتون. بسیار ممنون و سپاسگزارم از این خواهر گرامی و نظر و دیدگاهی که ارائه فرمودند و تضاد و دوگانگی که در رفتار وابستگان به حکومت وجود داره نسبت به کشته شدن یک شهروند آمریکایی آفریقایی تبار، چه واکنش ها نشون دادند. سالانه ده ها و صد ها شهروند کرد و بلوچ در جستجوی نان گرفته میشه با شلیک نظامیان حکومتی و خب رویکرد کاملا متعارض و دوگانه که نه اینکه پاسخگو نیستند، ابراز نگرانی میکنند از اینکه چرا ما در یک رسانه مستقل مثل شبکه تلویزیونی کلمه به این موضوع میپردازیم و این مطلب رو با حضور کارشناسانی به نقد و بررسی میگذاریم. امیدوارم که این برنامه با این هدف که بهکردی باشه برای وضعیت کولبرانی که به اجبار سیاسی و اقتصادی و رویکرد فرقه‌گرایانه حاکمیت و رویکرد نجات پرستانه به همچین کاری روی آورده اند، کمک بکنه به بهکرد وضعیتشون و مطالبه حقوقشون و دستیابیشون به حقوقی که از دست دادن. بسیار سپاسگزارم از شما بینندگان عزیز و گرامی که تا پایان برنامه با ما همراه بودید. خدا نگهدارتون.